حمید دهقانی هستم، کارگردان تئاتر. حدود 15 سالی هستش که یکم بیشتر تئاتر کار میکنم. الان حدود 2 سالی هستش که با آمریکا اومدم برای ادامه تحصیل. اینجا توی شیکاگو تا حالا 2-3 تا کار کارگردانی کردم توی آمریکا، ولی اخیراً به خاطر شرایطی که به وجود اومد تمام تئاترها تقریبا تعطیل شدن. من و یه سری از دوستان هنرمندم تصمیم گرفتیم که یه گروه تئاتر تشکیل بدیم که بتونیم بیرون از فضای سالن تئاتر نمایش اجرا کنیم. اسم گروهمون هست استودیو تئاتر چمن یا علف، به خاطر اینکه توی فضای بیرون توی پارک ها معمولا اجرا میکنیم که بتونیم با مخاطب بیشتر درگیر باشیم و در ارتباط باشیم. آقا یه نگاه ماشین میندازن دیگه، چقدر تعارف کنه؟ واقعا تنظیمه؟ باید ماداش چی؟ اونا هم تنظیمه؟ بردی تنظیمه هم خواستی بدین فرمونه رو تنظیم کنم، چون تنظیم نباشه اون جلوتر جنگله. از نمایشی که توی ایران کار کردم برای خود من مهمترینشون نمایش از اطراف میلاد بود که جوایز زیادی هم گرفت و توی سالن ایران شهر اجرا شد. تمرینای خیلی خوبی داشت، بازیگرای خیلی خلاق که از دل بچهای دانشکده سینما و تئاتر شکل گرفت و اومد بالا. نمایش دیگه که آخر نمایشی بود که توی ایران کار کردم، نمایش تخلف میزانسنی که سهراب بود. نمایشنامه‌اش رو خودم نوشتم و توی سالن تماشاخانه استاد انتظامی توی خانه هنرمندان اجرا شد. توی ایران یه خوبی که داره اینه که بچه‌ها توی خلق اثر خیلی مشارکت میکنن، یک آزادی عملی وجود داره که اون روحیه توی سیستم منظم و مشخص تولید تئاتر آمریکا وجود نداره. من تونستم از همون روحیه استفاده کنم، اونو آوردم پیاده کردم توی نوع کاری که ما میخواستیم و لازم بود توی این دوران انجام بشه و الان خوب جواب داده. And we're going in for a late workout after that jog. After the wow. Whole jog, very impressive. You know, perhaps I have a new regimen. I have to give her a lot of credit. These days you're staying at home, you're not doing too much physically inside the home. Oh, and he's back to his one man dance party. Oh, yeah. You know, interesting. It's not the same sort of smile he had with his buddy on the phone. No. He's got a sort of dead look in his eyes. ایده اولیه گزارش یک اتاق از اونجا شکل گرفت که من و همسرم داشتیم یه روز توی خیابان قدم می‌زدیم و همسرم به این اشاره کرد که چقدر جالب میشه اگر الان که همه مردم توی خونه موندن و خیلی زندگی‌ها شخصی و ایزوله شده، ما بیایم و مثلا اون زندگی شخصی رو به صورت خیلی عریان به مردم نشون بدیم. بعد از اون من به این فکر کردم که چطور میشه این ایده رو جذاب‌تر کرد. به این فکر کردم که اگر ما دوتا گزارشگر داشته باشیم که بیان و تمام رویدادهای عادی یه زندگی یک فرد رو به صورت خیلی هیجان انگیز گزارش کنن، این تضاد بین این دو خودش یک کمدی به وجود می آورد که برای تماشاگر خیلی جالب بود و همچنین نشون میداد که چقدر کارهایی که میتونه در واقع عادی خیلی باشه میتونه از بعد دیگه چقدر جالب باشه. من و این آدم ها داستانای خودشونه، یعنی درگیری های خودشون داشتن. مثلا شخصی نمیتونه که کتابش رو تموم کنه، چرا؟ چون اون کتاب اونو یاد خاطره میندازه مثلا از دوستی یا گذشته ای و مدام اینو میبره توی فکر و خیال و اونو کتاب میذاره کنار. ولی با داشتن اون گزارشگره که با شور و هیجان اونو روایت میکردن، ما در واقع میخواستیم اون اهمیت درونی که اون عمل برای اون شخص داشت رو نشون بده. Moving on to the leaves, one might argue the most interesting part of her subject. ویژگی بداهه‌پردازی اینه که شما نمیتونید همه چیز رو پیش بینی کنید. برای یک اتفاقات جالبی که مثلا توی اجرای اول افتاد، جزی از کار شد. یکی از اونها این بود که گزارشگر ما صداشون با تأخیر به بلندگوها میرسید و خود این یک ویژگی کار شده بود. با وجودی که خیلی نزدیک بودیم به مخاطب، با وجودی که کنار اونام بودیم، این اتاق و گزارشگرها توی یک فضای دیگه وجود داشتن. یک محیط نمایشی دیگه براشون ایجاد میکرد. اما چیز کلی که وجود داشت این بود که همه ما داستان داشتیم با تمام اشیا
و توی اون داستان‌ها آدما به هم ربط پیدا می‌کردن. یک جای ما به هم گره خورده بودیم. مثلا من اون مبل راحتی رو توی گذشته از کسی خریده بودم که بر حسب اتفاق گزارشگر به این اشاره میکرد که اون آدم امیلی بوده، یه فرد دیگه که دوباره توی همین اتاق زندگی میکرد، و به این ترتیب ما خطوط زمانی و مکانی رو در واقع باهاشون بازی کردیم و شکوندیم.